Le juge d'Eldar est un religieux expert en loi islamique. Son tribunal est spécialisé dans les divorces et les problèmes qui en découlent. Le juge d'Eldar nous a autorisé à filmer pendant qu'il rendait la justice. Dans ce tribunal dénué de toute cérémonie, nous avons souvent été pris à témoin. Même s'il peut divorcer à sa guise, l'homme doit obtenir une décision judiciaire et verser une indemnité à sa femme. Le tribunal n'approuve pas les divorces et part du principe que les femmes ne veulent pas briser leur foyer. با کسایی که من راضی نیستم و به آقای به نام ناصر بخشی رابطه تلفنی دارن. مأمور اومد تو خونه ما پسرای من سر سفره نهار نشسته بودیم شاهدم. مأمور اومد به من گفت خانم شما با آقای بخشی رابطه تلفنی داری؟ گفتم بله. گفت چه نوع رابطه‌ای؟ گفتم رابطه یه خواهرزاده با داییش. اصلا مأمور همینجوری مون گفت شوهر شما دیوونه است که اومده اونجا توی انظار مطرح میکنه خانم من تلفنی رابطه داره با یه همچین آقایی. بعد دایی من رفته از ایشون قبول داره این حرف رو؟ هستش که همازش هستش 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 نیست ولی اون برنده که ایشون اعتراف کرده ایشون بله گفتم من رابطه تلفنی دارم دروغ میگم. اینم من حاضرم قسم بخورم. ایشون اصلا قسم بخورم. من به مدت 30 سال چون خونه یا زندگی کردم حتی یک بار بدون اجازه از خونه بیرون نرفتم. من حتی یک بار هم خلاف نکردم. این آقا تمام زندگی رو به من جهنم کرده. یعنی من تو خونه حتی اختیاری که با بچه خودم حرف بزنم ندارم. یعنی اینقدر این رو با رفتار خوبتون میتونید تغییر بدید و به عکسش. نمیشه من الان 30 سال دارم تعامل میکنم و دارم هی به خواستهاش توجه میکنم که شاید متوجه بشه که من قصدم زندگی کردنه ولی آقا اصلا متوجه نمیشه. یعنی اون چیزی که من بهش محبت میکنم اینا رو جزو وظایف من میذاره و توقعش بالاتر میره. ببینید آقا جان تلفن تو خونه ما هست ولی من حق برداشتن تلفن رو ندارم. اگه 100 تا زنگ بزنه من بغل تلفن نشستم ولی حق ندارم تلفن رو برداشتم. زن بعد از مرد خوب اختیاردار خانه هست و شما رفتارتون رو جوری بکنید که موجبات رجوع فراهم بشه. شما جذب بشه رجوع بکنه به شما و به هر حال یه جوری باشد که رفتارتون و خودتون رو چون که رجوع با طلاق رجعی هست طلاق خالقی نیست طلاق رجعی اگر صحیح شد ایشون حقوق به شما رو داد طلاق رجعی داد شما رو اون وقت شما با رفتارتون یه جوری بکنید در خانه برای شوهر میتونید آرایش بکنید به جوری که ایشون جذب بشه و این طلاق انجام نشه. شما باید یه کاری بکنید که ایشون جذب بشه در زندگی و از این طلاقش مسئله بشه. حالا داورهای شما بله داورهای شما نظر میده به هر حال حتی امکان شما رو به سازش میرسونن. این برای این است که اگر اونها نظرشون به متارکه شما انجام شد تازه بعد از طلاق هم که صیغه‌اش جاری شد سه ماه و ده روز رو در یک منزل با هم باید شما زندگی بکنید. نمیشه دیگه چون طلاق رجعیت باید با هم باشه. اگر شما نخواسته باشید طلاق خلی میتونید بگیرید که از هم جدا بشید. طلاق خلی میره حقوقتون همش از بین نمیره. 500 تومنش 1000 تومنش میبخشید اینجا طلاق خلی همش که لازم نیست از بین ببرید. من که من جوانی تو خونه این آقا گذاشتم با 1000 تومن با 500 تومن میتونید شما بعض کنید و بعد طلاق خلعی دریافت کنید و وقت رجوع با شما میشه. اون دیگه مراحل بعدی شد هنوز اونجا نرسید شاید هم اونجا نرسید. سلامتی بفرمایید. خدا حافظ. Le juge d'Eldar officie dans ce tribunal depuis 2 ans. Madame Maher occupe le poste de secrétaire depuis 27 ans. Tous les dossiers sont rangés dans le bureau attenant. C'est M. Jamshidi qui range et classe les dossiers. Le tribunal a deux entrées séparées. L'entrée des hommes, où une fouille systématique vise à débusquer armes et téléphones mobiles. Et l'entrée des femmes.
Des consoeurs veillent à ce que celles-ci respectent le code vestimentaire. Contrairement aux hommes, les femmes disposent de très peu de raisons pour divorcer. Parmi les raisons valables, il y a la stérilité de l'époux. Accompagnée de sa sœur, Massi vient donner suite à sa demande en divorce. حکم جلبشو دادیم گفتم از نظر شرعی و اجتماعی کلا درست نیست بگید خودش بیاد بگید یه نامه‌ای که دست شماست یا خودش بیاد یا جلب میکنم یکی از اینا پیش گفتم مثلا اگه یه نامه‌ای براست نامه همین که پیش شماست الان نامه شما دارید که بگید نامه جلب میخوای بیای یا میخوای نامه بیام جلب کنم گفتن یه اختلاف در خونه از اون طریق میومد من اصلا اطلاعی نداشتم که 25 دادگاه منه خود نیامد که باید جلب بشه 25 احتیاطی بوده دیگه خواهشی که دارم پرونده رو پیدا کنه امروز من برم بگردین پیدا کنی میخوام کمکتون کنم باره شما نیست اصلا پرونده وقتی یه پرونده تو ردیفش نیست باید اون شخص بره یه هفته دیگه در روز دیگه 15 روز دیگه بیاد پرونده میاد تو ردیفش من خواستم امروز برم دایره اجراییات امروز سری کارش انجام بدم پرونده اینچه هر ده روز دنبالش از ردیف خارج میشه اینجوری میشه حالا باید گم بشه این آقای جمشیدی مشکل دیگه داره نمیدونه مشکل نه پروندهشون مشکل داره پرونده من که مشکل داره شما که این های به ما محبت کردین آقای جمشیدی توی این مدت من هر وقت پرونده خواستم شما دادی میتونم محبت کنم وقتی تو ردیفش نیست شما توی این مدت که من میمدم جا هر وقت پرونده میخواستم بلا فاصله میدادی شما اولین دفعه است که دارین با ما این کارو میکنین تو ردیفش نیست هیچ کاری نمیتونم بکنم چرا بگردین پیدا میشه من تو محدوده خودم میتونم بگردم جای دیگه نمیتونم بگردم ببین همه گشتم آقای برنادر خیلی گشتم ولی پرونده رو میزه دادم دستگاه ایشون نبود این خانم منشی هم اینطوری کرد شما نگشتید پرونده پیش من نیار من تو محدوده خودم میگردم تموم شد بمونم امروز بگردین 10 دقیقه دیگه یه رو دیگه آره 10 دقیقه یه رو نیست
مثلا این پرونده که اینجوری بشه پیدا نمیشه. شما من تا پنج بعد از اون بگردم پیدا نمیشه. بعد بری یه هفته دیگه بزنی. شرایطی دیگه من در واقع بشینم. وقت خودت میگیری، وقت ما رو میگیری. لازم بالا سرم وای میشین چای گفتم ما میشه. مسئله ندارم نه. من میرم فردا میام. Une semaine plus tard, Massi a eu recours à une citation pour faire comparaître son mari. Ce dernier essaie de retarder la décision de la cour. Il ne veut pas s'acquitter du paiement de la dot. Massi est venu avec son père et son mari avec son frère. شما اگر با من 5 سال باشو زندگی کردی زندگیشو تامین کردی آرامش دادی بهش مهریه بگی اگر واقعا نمیخواد چی باش در اوج مریضی شو همین الان ما امضا میکنیم شما مشکل مهریه پس دارید شما مشکل دارید با انجام بشه بزنید آقا باز من باشم برم شما تشریف برین بهتره دیگه با هم باش Massi vient d'être violenté dans le couloir par la famille de son mari. Une semaine plus tard, Massi est de nouveau au tribunal. Cette fois-ci pour voir M. Bornadel, le supérieur de M. Jamshidi, afin de savoir comment elle peut récupérer sa dot. چون من با خودشون صحبت کردم اینا گفتن که ما نمیدیم ما صحبتی نمی کنیم در مورد مهریه اشکال نداره شما برید پرونده تو بیارید بعد تا جاش پرونده من 20 روز دیگه Massi va finalement renoncer à sa dot en échange du consentement de son mari au divorce. Elle veut sa liberté et ne souhaite pas entamer une longue bataille judiciaire. Tous les jours après l'école, Panis, la fille de Madame Maher, rejoint sa maman au tribunal. Cet univers est le sien depuis l'âge de 2 mois. شاید داشته باشه آخه بله؟ چه زیاده سرتون شاید داشته باشه همین
تو جیبت میذاره، اینا رو تا کن بده مامان توی پوشه بذاره. Ziba est mariée depuis moins d'un an. Ce mariage arrangé l'a obligée à interrompre sa scolarité. Ziba n'est pas heureuse avec Barman. Elle veut reprendre ses études, mais n'a aucune raison valable pour demander le divorce. Elle en cherche une désespérément. Un mensonge au moment du mariage ou l'insanité peuvent justifier une demande en divorce. من میگم من تام پرونده شما اون مریه رو که گذاشتید به اجرا میشه انجام میشه. بعد تکلیف این فریب سنی که من دادم باید مشخص بشه. این چطوری اومد من فریب داده با 27 سال سن؟ شما شما بود. دروغ میگم به خداوندی خدا اصلا دروغ میگه. به من ما 27 سالم. کسی که من میدونی من به بهانه خونه پدر مادرم برم زد خونه پدرم چهار تا قرازه رو آباش میگیزه خونه سیگار تگ میکنه. اگه سیگار تگ نکنه سیگاری نیست. اگه سیگار تگ نکنه شما شکایت میکنید. میذاره شب میره میگه کجا بود شب برمیگردی تمام اساس خونه رو بزنید. من راننده واجا قایم دفتر به من اصلا خود داره شب باید منزل باشه. یه دفتری که ایران من کار میکنم من راننده ایران من مدرک نمیشه. تو اساس شغلت معلوم نیست چیه. بعد من حرف بزنم حالا میشه مسائل خونه رو میشه. ایشون معلومه چنون داره. ایشون معلومه دیوانه است. ایشون معلومه چیز دارن آزمایش پزشکی بدن من حرفی نداره. اینم دفترچه کار من راننده هم که تو ایران کار میکنم. اون دفترچه خارج کشور اینجا مسئله نیست. اینجور خارج کشور رفتن تو دادگاه مسئله نیست. پزشکی چی شما؟ پزشکی خانده برم چونونشون رو بگن که اینشون بیمار نیستن. بعدم تعهد اخلاقی بده برای من امنیت جانی بده. یعنی میگم من آقای دانسی سوال دارم چند سالگی دختر ما قانونی که اینجا عقل بشن؟ دختر وقتی که بالغ شد میتونه ازدواج کنه. سن آخه سن قانونی داره. سن رشدش فرق میکنه با سن شهریش. 9 سال به بالا چه بسا رشدش کامل است. À l'extérieur du tribunal, ces hommes aident les plaignants à rédiger leur demande. Ziba ne parvient pas à trouver une raison convaincante. Son seul recours est de porter plainte contre Barman pour le pousser à divorcer. شون 4 ماه 5 ماه گوشه رفته. پس خانم مهناز سیدی اونایی که فحاشی کردن خانم مهناز سیدی بوده است و زن دایی بنده است. اینو شاهدشون هستم. شاهد منه. مشکلی نیست میارمشون. سن دایی ایشون خانم مهناز سیدی اون فحاشی و ناسزا گوشه دبیر زبان این فحاشی بکنه. حتی بنده رو تحقیق به قتل و آتش زدن و اسید پاشیدن. بله این شوهرم کاره. این شوهرم تعهداری کردم. گفت اگه مهرتو حلال نکنی میام تو خونه آتیش میذارم نفت میذارم. ببین اگه تمام چه دروغ میشه. یعنی میتونی واقعیت حل بکنی واقعیت بگو. بعد زشتی حرف دروغ نزن. تو کی زد؟ انا متعلق توافق مقدسه میگم بخاطر توازنی زیاده بود. من دفتر شما میفهمم. من دفتر شما میفهمم. دروین پرونده کار نکنم وقتی میشکنم وقتی میشکنم باید این سه ساعت بیاد باید 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 Ziba et Barman doivent passer par un arbitrage avant que le tribunal ne statue sur leur divorce. Le cœur du problème est la dot que Barman lui a promise au moment du mariage, environ 10 000 dollars. Bien que cette dot soit indue, la femme y renonce souvent en échange de sa liberté. Ziba veut les deux. Ziba et Barman ont choisi leur oncle pour arbitre. Et la confrontation a lieu ce soir chez la famille de Ziba. Ali, l'oncle de Ziba, est assis près d'elle. C'est Karim, un autre oncle, qui ouvre la réunion. گفتم من از این نمیترسم که این الان دارن جدا میشن
من از این میترسم زیاد ما پافشکاری بکنیم، ایشون برگرده به زندگیش، یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال دیگه با یک بچه بغل برگرده، اون موقع آهش گریبانگیر تک تک خانواده ما میشه. من برگشتی دیگه تو اون زندگی وجود نداره، داریم انتهای خط داریم صحبت میکنیم. یعنی اگه برگشتی وجود داشته باشه، زیبا نامی دیگه تو این دنیا وجود نداره. ایشون میگه من نه با زندگی میکنم، نه علاقه بد دارم، نه مهری تو دلم دیگه اصلا نمیذاره. خب این دلیل داره چرا نمیخواد تو رو دیگه؟ نه ولش ایشون، من میگم از نظر همه پاک باشن. بله من از نظر من اصلا با نظر من کار نشه. حالا ایشون نظر مهری اشونو بگم. آیا شما خودت با زبون خودت بر من عنوان بکن، من نمیخوام از هر کسی بشنوم. من داور شو گفتم. آشان مگه شما نگفتین یه داور؟ من پولی ندارم. چطور ماشین داره 35 میلیون پولشه؟ من دارم، 40 میلیون پول دارم. چطور نمیتونی مهریه حق منو بدی؟ مشکل اینه که دروغ میگی تو زندگی. باشه بجی. شما منو به بنبست چیه چرخون موقع نما میشه با میشه. چرا حق حقوق قانونی منو نمیدی؟ مگه نمیخوای طلاق توافقی بگیری؟ پس چرا کش میدی تو؟ واسه چی کش میدی؟ میگه من پولی ندارم بدم. منم از راه اومده بودم؟ نه نه بابا، تو بچه صبرا یا بیوه بودم براش اومدم. نه آقا به هم مهریه‌اش بده. آقا به هم جیه چی صحبت میکنی؟ ببخشید یه دوری چی صحبت میکنی؟ خیلی بالا صحبت میکنی. پول نداره؟ این از زمین نداره اومده. آخه به منم خسارت داره. من چقدر خسارت خوردی؟ چقدر خسارت خوردی؟ چقدر نمیتونی بخری؟ اون 100 میلیون خسارت خوردی، اون 100 میلیون همون یه دختر میدی به بابا این، من اون خسارت بهت میدم. آره؟ آره؟ یه خدا به متاسف باشی هر کلمه حرفی تو. پس ما اینجا اومدیم. آره؟ پول بدیم. یعنی مواظب باش. آره نه. اومدی اون یکی دخترشم ببری. من بدبخت نشدم. چی بدبخت شدی؟ چی خرید؟ چی فردا میری با یه دختر دیگه میگیری؟ آقا یه بدبخت نمیشی شو. اما مشکل ایشون در سراسر زندگیش این بوده که همش دروغ گفته. همین دیگه. چون دروغ گفته الان داره دروغ میگه. چون دروغ گفته مشکل شما این پای مشکل زندگی شما لرزون مثل کشتی رو آب این شده. وگرنه سن من نه حرف شما درست. از نظر من سن مدرک بود. از نظر من سن مدرک چون به شوهرش علاقه ندارم. اینم به من علاقه نداره. شاید بگه دارم ولی نداره. من هیچ علاقه به این ندارم. هیچ علاقه. از روز اول نداشتم، گفتم از روز نامزدی گفتم بهمن بیا به هم بزنیم تو دوران عقد کردیم. گفتم بیا بهم. گفت نه آبرو حسیتم مطرح. گفتم بهمن زندگی میکن. میام باهات تو زندگی ولی اینو بهت قول میدم. من تو زندگیمون دووم نمیاره. رویاتی که من دارم تو نداری. تموم شد. حالا شما نظرتو در میاری عادلانه. خدا رو در نظر بگیر. بگو میکنه مری بهش تعلق نمیگیره. خانم بهتر نه نمیگیره، بهش تعلق نمیگیره. برسم اجازه من چیزی ندارم شما بیه بگیری از من. من نه ماشینی به نام دارم، نه خونه‌ای دارم، نمیتونی اونجوری من الان دارم میگم کمک میکنم. میکنه اگه من سر فقیرم که بخوام به من کمک بکنی، خب وظیفه مهریه منو بدی. زیبا خانم دایی اصلا بزنم من این مهریه بزنم اینجا دختر رو آخرش میگم بعد پدر از این در میارم. سکوت کنید داییتون اینجا هست. سکوت کن اینجا. ما بخوام صحبت کنیم. الله اکبر. ما بخوام صحبت کنیم. شما به چه نمارا دعوت کردید اینجا؟ برو بزنم. خودشون دید که خود چه داره میزنم. بله بس به نتیجه نمیرسی. من نمیدونم. نه اگه به من میگی نه. بارمن و زیبا نان پو سو متر داکور. رتور ا لا کاس دپار. نه حاج آقا فریب سنی داده. ببینید با من چه کار کرده. سنتون بود من الدنگ از کنه معتاد از کار در نیاد. میدونم حاج آقا. آخه این آخه این اصلا مرد زندگی نیستش. حاج آقا من با این زندگی کردم، دیدم چه بلا به سرم آورد، چه تهمتایی به هم زدش. نه حاج آقا ایشون اصلا نمیتونه این کار رو بکنه. من پرونده کیفری من حاج آقا بود میکشم. چکار ندارید اعتراض دارید بودین دفتر اعتراض کنید. خیلی ممنون. میگی که میگی نمیخوام زندگی بکنم، نه دوست دارم، نه دیگه حاضرم با زندگی بکنم، تفاوتی سنی داریم، خب ازت جدا بشم. گفتم باش. میگی شما نصف مهر به من بدی. داوراتون چی نظر دادن؟ دوباره نظریه دادم. ایشون چیزی بهش تعلق نمیگیره. تو خونهشون رفتم نشستم صحبت کردیم. ایشون چیزی بهش تعلق نمیگیره. دیگه از زمانی که عقد خواندنی شد
بین بر مرد هست که میتونه حتی دختر این رو بگیره بعد بیاد تمکین بکنه. درست چون نمیدونی که دیگه تعمل باشه رفته باید با هم بگه توافق من الان دیگه اجاره خونه میدم بهشون دیگه نمیدونی زندگی خواهد. پرونده کیفری بود سشن پرونده مونه تمکین ایشون بوده که ایشون خواسته بودن. این پرونده کیفری که من آوردم در اونجا از ناحیه 21 بودش نمیدونی وقتی ایشون اون پرونده هم خب مهرمو که اجرا گذاشتم مهرمو میگیرم دیگه. حاضر نیست مهرو بده خیلی میگه دیگه. نه هر چند سال 10 سال بکشه 20 سال بکشه. زیبانی چون؟ علی Le mari de Jamilé s'est absenté de chez lui plusieurs jours d'affilée. Elle l'a fait écrouer 24 heures pour coûts et non-subventions aux besoins de sa famille. قبول دارم ولی از من بعدش شما تعاقب دارم شمس رو بیدم سر کار هم هر ایشتا بود بکترم رو هم دارم میدارم بوجه خود بدرشم اصلا آجاقا یعنی شما اصلا این کار درد ما نکنیم بزنیم بچه من راحت زندگی کنم چون این نمیتونه با ما زندگی کنیم اصلا نمیخوام راحت زندگی کنم. راجع به تهدید که کرده هست شما مدرک چیزی دارین که تهدید کرده؟ بله اون شب من ایشون پاشد من رو یعنی همسایه اومد در این بچه رو زد یعنی اول پاشد من رو بزنه که این اومد که بابا نزم مامانم من اومدم گفتم نزم بعد اون همسایه همون اومد گفتش که تو داری به من اینجوری میکنی من ایزش جیغ زدم و در واقع کشو یه چاقو در آورد که الان شکم تو پاره میکنم بعد حاج آقا من حاج آقا ببینید من اینجوری نبودم من الان شما رو بهش شکل شما رو نگاه میکنیم انگار داره بگه از یه تیپی ندارم خدا شاید از کتا حالا شما که میرید دیر میاد منزل کجا میدید شما؟ آها من اصلا پارک اینا میخوابه ما جا کجا؟ پارک میخوابه چرا؟ اون هم در بس داشتیم بیکار بودم اصلا خورد بود نمیتونستم پارک... تعمل بکنم پارک کجا؟ پارک خیابون پارک داله میخوابه آها جا پارک میخوابه شبای سر تو پارک میخوابه شما شبا تو پارک میخوابه وقتی میای خونه ریشت زده حمامت رفته جوراوات تمیز لباس زیر تمیز شلوارت اتو کرده من اگه الان یه زنی هستم ترتمیزم دو دفعه اتاق جارو کنم میشم سر خب من گفتم من وقتی 4 تا بچه دارم خدا شاهد خانم وقت خانم مزارتونو ببینید چند وقت بهشون خرج ندادید الان 6 ماه ها سر کار بیکار میگم نمیتونم بابا خود کار بودید باید کار کنید دیگه معنا نداره که من میرم من گفتم شب میرم سر کار ما جوان هستید شب من میرم چی رو دارم نمیشه الان شما ببینید خرج دادید شما زاری الان که قبول کردی که من اصلا نمیدونم من شنبه صبح میرم سر کارم اگر توافق مگه نگفتی 5 نفر بزرگترم قرار بیا پیش پدرم اینو الان گفتی اونجا چرا میگی نکن این کارو بذار یه دفعه تعویض کنم نکن من نمیتونم ببین چی میگم من 5 نفر بزرگترم شما اصلا اجازه بده یه لحظه اصلا یه لحظه اجازه بده من پیش حاج آقا پیش حاج آقا اینجا تعهد میدم حاج آقا این موردا که اینا میگن اگر خدا وکیلی برمای خاک پدرم اینجا می نویسم امضا میدم اگر یه مورد از این حرکاتا شد هر کاری با من میگم میتونید خان و منیسری با هم 5 شب دکتر من میدم شب میرم خونه پدرم اگر سر کار نرفت باز شما رو گفتم اگه بعد دهنی کردم اگه سر کار نرفتم اگه سر خونه زندگی نبودم 5 ماه زندان روش میگم من خودم اصلا می نویسم الان حاج آقا شما این کارو بکنید بعد حاج آقا جلو شما تعهد بده ها بعد بعد بنویسه که امروز با 5 تا بزرگتر بعد خودش بده وگرنه نه دوباره همین حاجا مرد من شده باید خاطر چون تا به حال که داردار نیومده بالا دارم برام حاج آقا دارم میگم تعهد میدم تعهد میدم الان حاج آقا دارم بهش میگم باید وقت میره سر کار از سر کار برگردونه شب بشم مونه میذاره تو خونه یه 4 تا بچه همه رو جمع میکنم با گرسنگی این بچه ها رو من نگه داشتم همسایه ها شما الان برید تحقیق کنی همسایه ها که کتک ایزدادی 3 دینار دی طلا دیش هست صورتش
همون یک مورد عبودی ایجاد شده. بعد الان من اینجا باید بنویسیم. من می‌نویسم اینجا. بعد از اون پنج تا بزرگتر برمی‌دارم میارم. بعد اونجا بعد تعهد بدی که من هم سر کارم میرم. بزنم بی احترامی نمی‌کنم. منم بزنم. منم شخصیت دارم. منم غرور دارم. چون اگر الان مرد بودم خانم شما قضاوت. آجا با شما قضاوت کنم. بهش میگه این کار نکن. میگه من خونه بیان نیستم. این دوباره میخواد با ما این کار بود. من چه اجازه این کار رو کردم؟ با هم رفیق نبودیم؟ پسر تو بچه منه. یه مدت قدرشناس باش تو زندگی از الان تو این سنت. تو فردا میخوای بزرگ جامعه میخوای انسان ها رو تربیت بدی؟ شما در مورد انصرافتون از شکایت و توجه به اینکه متعهد شده ایشون مرتکب هیچ گونه خلافی نشد و رضایت شما رو از این بعد تأمین کند. بعد آخرش بنویسید بنابراین گذشت بدون قید شرط خود را قبول داوری که صبح داشتید. نسخه داشتید. من که دارم به تو احترام میذارم، من که دارم به تو عزت میذارم، تو هم به من احترام عزت بذار که حکم زندگیمون درست شد. نه اینکه تو من بیل کنی به امان خدا شنبه بری و شنبه بیایی وقت این همه به خودت برسی. این همه من آدم نیستم، من زندگی میدارم. خدا شاهده هیچ توقعی هم ازش ندارم، فقط میخوام تو خونه باشم، مال من باشم. یه دفعه شوهرش گفت من اینو غیرت داره، میگه خب زنم اگه یکی مطلق بگه مردارو میخوام پاره کنم، ولی زنم یه نوع غیرت داره، اگه کسی به مردش نگاه کنه اونم ناراحت بشه. یه شب ببینه اونم معتاد همه، بعد حالشون به هم میخورد. اصلا ما هم که یه شب ببینه داشتم. من تنها بودم، دیوونه داشتم، دو شب خونه بودم. شنبه میرم پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر میام، دوباره یا بعد از ظهرش میرم یا شنبه بعد از ظهر. حالا دیگه تموم شد دیگه. شما این کارا رو میکنیم. من به خانم ساکت نشسته بود، بعدش مطالعه میکرد. شما خودم خانم من اصلا نه بر شما خواهی میکرد نه هیچی، که اون روز خانم بر شما خیلی مراقبت کرده بود، بچون چایی آورده بود. اینا من از کجا میدونم؟ به خاطر که دنبال تو اومدم به ناگهان این رو دیدم. این خیلی بده. ساکت. وقتی زنی که با احترام به شما قدم برداره و خوب باشه، چرا باید اینطوری باعث بی احترامی برای این زن مقایل باشی؟
این آیا کار درستی است؟ پس خودتون نمیگین نیست، پس چرا این کار میکنید؟ Il y a quatre mois, Myriam a divorcé de son premier mari dans le tribunal du juge d'Elda. Depuis deux semaines, elle est remariée et vit chez son nouveau mari. بعد ازدواج من اولم با پدر بچه‌ها پدرم خودش پسند کرد. چند ساله بودید؟ من 14 سالم بود ازدواج کردم، زودم باردار شدم، زایمان کردم، سن 15 سالگی منامو داشتم. بعد نمیدونستم چیه که بعد که به هر حال آدم میاد تو تهران، تهران یه شهریه که آدم چشم گوشش بیشتر باز میشه. از شهرستان تفریحش به هر حال آدم وقتی میاد تو شهر تهران چیزای دیگر رو میبینه، چشم گوشش بیشتر باز میشه، بعد میبینه وای اول چی بودم حالا چی شدم، چرا من باید یه همچین ازدواج رو کرده باشم. چشم گوش ما بسته بودش، نمیدونستیم چی به چی هست. چی رو توش پسندیدی؟ اخلاقش رو. کلن زن و بچه رو دوست داره، تکیه داره به زن و بچه، علاقه داره، بعد محبت داره. و هم چیزی که در میاره میدونه که با زن و بچهش میشینه میخوره، بیرون چیزی ببینه میاد واسه بچهش تعریف میکنه، تو خونه باشه میگه میخنده. ولی اون اینجوری نبودش، میرفت سر کار فقط پول رو میدونست، مهم فقط واسهش پول بود، پول ارزش میدونست. زن و بچه هست واسهش ارزش، فقط میگفت من بیارم اینا بخورن. خورده خوراک بعد از زن و بچه که زندگی نمیشد که. به هر حال محبت میخواست، عاطفه میخواست، احساس میخواست، هم در مقابل بچه فرزندش، هم در مقابل همسرش. همسرم هم اینجور وقتی که میاد از زنش میگه ما چی میخواد؟ یه محبت میخواد دیگه. خسته نباشی، حال چطوری؟ خوب هست دیگه؟ Mais nombre trouble la nouvelle vie de Myriam. Comme beaucoup de femmes, elle a fait toutes les concessions pour obtenir son divorce. Elle a renoncé à sa dot, mais aussi à sa fille aînée. Elle a eu la garde de sa cadette âgée de 4 ans. Mais maintenant qu'elle s'est remariée, elle perd ce droit et son ex-mari peut reprendre leur seconde fille. Myriam vient au tribunal pour tenter de garder sa fille. واقعاً حتی میگم من ملاقات فرزند آخر عمر نمیخوام. من تو رو خودش دارم میگم. ناراحتی اعصاب داشتم، حالیم نبود دیگه، اصلا خودم دیگه نبودش. اصلا دیگه تو خودم نبودم، من داره چی میگم. ولی ملاقات از آن سلب کرد. بعد از اون حالا پشیمون شد اومده بچه رو میخوایم، بچه رو قانونا الان باید بدی به اون. خب ببینم این الان بچه 4 ماه سه منه. تا 2 ماه دیگه هم دستم بلا تکلیف بشه، حقوق این دادگاه از من نمیگیره، خرج مخارج از اون نمیگیری من بده. دادگاه میگه بچه رو اصلا بده، چرا گرفتی؟ تو خود دادگاه موقع بچه رو به من داده. حالا تو اومدی پافشاری میکنی که حالا تا تنگ تکلیف ما به خاطر که به اینا فشار نیاد. ولی قانونن الان اینو بد بدی به مطابق حکمی که داری. ما به خاطر که میخوام اینو ناراحت نشم. خب این حالا گفته تا 20 روز دیگه، درسته؟ تا همین امروز میتونی ببری، از امروز تا 20 روز. Seul le consentement de son ex-mari peut permettre à Myriam de garder l'enfant. Sachant qu'elle ne l'obtiendra pas, elle ne peut que gagner du temps en entravant la procédure judiciaire. اون بچه رو من نگاهش بکنم، اصلا نگاه بچه نمی کنه تو این دو ماه و نیمه. بعد چجوری میخواد بیاد حضانت بچه رو عرفته بگیره؟ دختر بزرگی من پیششه، یا با پایینیه میره انقلاب یا میره سینما. بچه نمراتش همه 0, 2, 6 همه رو خراب کرده. یک هفته است من بچه رو میبرم پیش خودم، مدیر مدرسه میگه پدرش هر چی میاد بهش میگه آقا این بچه اینجوریه، میگه رفوزه بشه، میگه بچه درس نمیخونه، میگه بذار رفوزه شه، نمیخوام بره بالا. Myriam trouve son ex-mari qui veut emmener leur fille sur le champ. بله میاد در خونه دیگه. بچه رو ببره کشگره من درس منه. بله بچه رو بعد برش نمیرسیم اون وقت میشه.
خیلی ممنون. به گنده ندارم ببرم. گنده رو میدارم ببرم. بزرگی خودش میتونه بیاد. 11 سالش به سن قانونه. خودش میتونه بیاد. بله اون بختیار با خودشون. مشتبهاش من نزارم. ببرم. گوش کن. ببین چی میبینه. نمراتشون وقتی که پلوشان بوده خیلی خوب شده طرف مدرسه وقتی پلو شما بوده حیاتش اون نه نه من نمیشه مدرسه رو پیش تا من تو اوده به خانه شهر گفت بگو بابا فعلا این بابا تو باید دقت کنید که بچه شما بچه که ازانتش با شما هست باید درست تربیتش کنید به درساش برسید ایشی من ناراحت میکرد یه عربا بیادایی میاره حالا اگر این جوانی است پچه بچه بچه پلو شما که بود من رکش پایین آمد خود زن بابا هم بردار عزیز هم کنه ایشون یاد میده میاد خونه بچه از نرد شما که بود درست شما از پایین چرا شما باید دقت کنی به درست شما درست شما بخره من بچه هم میارم تو شهرس هم میدهدن دو دخترم به هرمان پاید رسید سن میلو داشت به ایشون میخوام بده ایش موقع رنگ داد تا ایچ نیست که بچه شما بفرمش بشه فعلا میبرس نه آره ایشون گفت آره به ما بگید که من چیکار بکنم که گرفتار همین جور آشغال پاشغال و همینایی که هر روز طلاق میدن دینها گرفتار همینها نشه ایشون میخواست چند وقت تصمیم گرفته بود که یک طلبه ای باشد که درس حوزه خونده باشه که وارد باشه خانه درست به هر حال زندگی رو کنه ولی نظر تو همین بود که یک روح الله اینجا بود رفت درس طلبه‌ای بخونه از اون وقتی دونستم که باید شوهر من کنم از اون وقتی که این دادگاه رو دیدم که طلاق میگیرن که توی شوهر رو از اون وقت شروع کردم Trois jours plus tard, l'ex-mari de Myriam se présente au tribunal pour récupérer l'injonction de restitution. Avec ce document, il peut enlever à Myriam leur fille cadette. برهان این مرامل قانونی شد بگذاره دیگه آقا رئیس من بچه رو نمیدم این شما یه فرق بفهمه این خودتونه اون هفته جلو مردم گرفت من زد من میتونم استشاره این هفته هم دوباره من میتونم 50-60 نفر رو برای تو من بچه نمیدم آقا ریاست محترم اگر ریاستی مثل شما بیاد به من بگه بچه رو من به شما نمیدم من اشوان دوبار طلاق میگیرم من بچه رو نمیدم من دو هفته است میگم آقا نمیخوام من دو تا بچه اینجا پرونده نداریم شما بفرمایید گفتین دادین اجازه مدنی که خیلی خوب میدونم کیمیت برم اونجا برم کدوم شعبه آخه خیلی ممنون شعبه پنجم اجرا احکام پرونده رفته اونجا شما مثل که دیگه ایشون میگه من طلاق میگیرم بچه رو نگه میدارم از اون شوهرم از اون شوهرش میخواد طلاق بگیره به خاطر اینکه بچه رو نگه میدارم من نمیدونم برید اجرا احکام دیگه اینجا نباشید بفرمایید اینجا کارتون بفرمایید برید اجرا احکام Monsieur Jamshidi a essayé de remettre à Myriam son double de l'ordre. آقای محترم اصلا اینا چی هست بچه ازانتش من به این نمیدم نه 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 من اصلا نمیدم من هیچ موقع نمیدم خدا حافظشان تا دو ماه دیگه حالا نمیدم من بچه به تو بچه رو بکشم زیر ماشین بکنم به تو بچه نمیدم خدا از من بچه نمیتونه بگیره که تو بگیره خب دو ماشین بگیره یه آدم بیشور توی بیهیان توی خدا حافظشان خدا حافظشان Durant l'empoignade dans le couloir, la copie du père a été déchirée. بگم نگم آره بگید بهش
انتظامات پایین بهت بگیر نگهش دارن زود بگیرن که در نه. Les gardes ramènent Myriam dans la salle d'audience. اینو شما جور براش نمیبرین که یک سال برگشه من میگه یک سال با مرد مردم زیر مردم دیدی که من نباید به شما بگم آقای دیگه خیلی من الان به این قرآن یا تمام مردم میاد تو رو خدا چطور به اون جوانی خدا شاهده تمامش رو میارم آقای دیگه من فوری خواهم به این خواهیم گفتم فوری ها برو با شما شکایی بوش لوگ نکرده شما شما من باره نکرده توی بار اول نیست شلوغ میکنیم هر که در دادگاه شلوغ کنه پنج بار داشت میتونی باش تا شهادش بیارم از سوالش هم مگه جلی اینا گفت یک سال با اینونه رفیق داره منم پاره کردم پاره نکردم نگولت نمیدم بچه به خدا به امام حسین نمیدم اون میگه بیا از اون طلاق بگیر من خرج مخارج اینا رو میدم خوب بشین طلاق بگیرم برای چی طلاق بگیرم بیام زنی چوپون زنی آدم معتاد هروئینی بشم برای چی نمیکنم کار زندگی نه برای چی نمیکنم این کارو همین برای چی بیام یه جوون مردم مگه بازی چه دست من شده بیام با اون احمق بشم از لذت و از تمام این چیزای حقوقی اگر دادگاه یه همچین رأی و تصمیمی رو میده اینجا بچه رو لطمه بهشون وارد میشه به شما امکان داره هیچی نشه اما اون راحت بشه هم شما ولی مادری واقعا باید از همه چی بگذاریم من میلیمه میلیمه شما حالا برید اجراییه رو بگیرید از اجرا کن برید بچه ها ازش بگیرید برید اجرا کن اگه برف او هست که نده برید اجرا کن اجراییت ازش میگیرم برید اجرا کن بعد موقع رفتن جلوشو میگیرم اونجا دی مینوت پلو تار میریم ا دو نوو دوان جوج سا فیل ایت اوک ال راهی نداره برای اینکه هر روز اینجا مشغول میکنی به این بچه هم حق شما نیست میگه من بچه رو نمیدم شما نمیتونی بگم بچه رو نمیدم برای اینکه شما بیرون نشسته بودی چه حرفی زشته خدا وکیل مادر گفت یک سال با من روی محل مردم خوابیدی شما او اگر شما این جهت ثابت کرده و 70 تا شلاق اونجا بهش به خدا این آقای محترم خداییش بود یا شما بیشتر شما هم آمدید یه کار کردید که دیگه توهین من بی حرمتی نمی کنم درسته یه معلم وقتی یه نمره 20 رو میده وقتی اون یه صفر رو میده وقتی پاره بکنیم بی حرمتی به سعی کردن معلم دروغ میگه من پاره نکردم خودش کرده خواسته اینجا منو محکوم بکنه خودتون میگید که من بچه رو نمیدم اگه برف شماست که بچه وقتی که حق او بود حق ساده شد اگر حق ساده شده میشه فرمان میتونید شما بچه رو ندید من گفتم تو دو ما دیگه بیا سر موزنم دستور داد بچه من میرم این شکار دیگه میریمسم حالا بهت نمیدم حالا بودو دنبال بچه خب به لذت چی میخواد بگیرید اگه میخواد بازداشت به لذت چی بگیرید اونا خداشه اونا خداشه اون میخواد من فهمم میخواد جلو خود بکنه من هیچ موقع نمیکنم خب ما دیگه شما کار ندینیم وقتی دست دیگه دیگه دو ما دیگه بفرمون شما آره دیگه حالا پنج روزشو تحلیل بدیم یک روز یک روز بازداشت باشه لاغل بسید یک روز حالا باشه یک روز بازداشت باشه یک روز بازداشت من بچه هم که پدرش بگیم بچه باید نزد پدر باشه نمیدم من یه روزم پیش خودم باشه تازه دادگاه شما یه مرد داری که ازدواج کردید به جمعیت بیرون نشسته من میارم قرآن الله یه حفظ زشته من داشت ما هیچ نمیتونی روش بگیم بیانم ایشون تو آقای محترم به یه خانوم هم هست الان شکایت کنید شما دادگاه
برم بیارم شما بودید ایشون چیکار کرده اونجا؟ ایشون تو ایشون حکم پاره کرده چیکار کرده؟ اصلا میاد. نه چی نه نیدم من گفتم گفتم آقا ریاست هم به من بگه دو ما دیگه من دو ما دیگه دوباره شکایت رو ریستاتوا میکنم دوباره میرسم دو ما دیگه دروغ میگین من میگم یه بیعتراق میکنم به شما به هم دست شماست دیگه خیلی خوب حالا برو حالا که اینجوری هست برو منتها راجع به فرزند شما نمیتونی بگی من فرزند بهش حق اون فرزند اگر شما بچه رو نگه داری بهش ندی او شکایت بکنه در این رابطه یا زندان محکوم میشی یا 300 هزار تومان جریمه داره 6 ماه زندان داره میل خود بفرمایید بفرمایید حالا این ما گذشت وقتی شما دو مال دیگه نامه ما رنگ دیدین که من شکایت نمیشم تو حالت عصبانیت داشتم شدم میتونید اعتراض کنید رو تجدید نظر آها مرسی دوباره برم شکایت مرسی خیلی ممنون خدا به میشه یا سلامت بفرمایید چون گزگی شروع کنه بی نظمی کنه باید بازدار شده 5 روز حالا حداقل بود یه روز بازداشت کنن دیگه دیدیم که این خیلی متاثر شده این حالت عادی هم نداره شروع کار هر صبح اول وقت آمده میگه که من بشر تحویل نمیدم اگه بعد تو هست بشر تحویل وقت او هست باید تحویل میدی بشه برای حالا ببینیم اولا قانونیش تهی بشه متنم این میشه یا نه ولی باز باید خب خودت میگی حاجی خود تو دادگاه لغه میزد به من مش میزنه خودت میدن برنامه علی میزنه من سوال ریزی میکنه خب خیلی خوب بفرمایید حالا شما هم میتین راجع به اون موضوع میگه شما بهش حرف نامربوط زدین نه بابا چه حرف میزنم علی تو دختر علی نمیزنه راجع به اون گرفتن مش کیفری است تو چیکار کردی اگر راجع به اون تحویل نداد 6 ماه زندان محکوم میشه 300 تومن جریمه 300 تومن یکی از اینا 3 jours plus tard, Myriam reçoit l'injonction de rendre sa fille dans les 20 jours. Elle vient au tribunal sans rendez-vous. Dans une dernière tentative désespérée, elle essaie d'infléchir le juge. Mais la loi est claire. به خاطر خدا به خاطر من این شکایت کردم اینو فایده نداری گفت شما ساده شده من حداقل یکی شده من میدونم من 60 میلیون بخشیدم خب الان نمیتونم که دیشب به خدا آقای رئیس به امام زمان به حضرت امام دیشب تا صبح من با شما صحبت میکردم تا خود صبح میگفتم آجا تو رو خدا تو رو امام زمان تو رو به جان بچه این اقلا به من بودی اینو من الان تا 20 روز دیگه وقت دارم نمیدم الان تو 20 روز دیگه گفت 20 روز دیگه نمیتونی یه کاری کنی من نمیم بگیم ولی من به خود را با دیش کنم اینو بخواب بدم حداقل یکیش مال و یکیش مال بگم شما خدا شما کار نگونیم شما بگیم من بگیم دیگه شما من به خود روانی میشم به قرآن مجید این بچه هم چه رویه قرار داره حداقل این که 4 ساله نمیشه به خاطر خدا رو هم میکنه نمیده دونه من نیستش به امام گفته به مرگ این کفنش کنم اون اصلا نیست اون صبح میره سر کار شب میاد بیرون کارشون ندیم به شما هم کار ندیم بیرون این همه بیرون کنید پاشو خانم برید بیرون بفرید شما هم برو بیرون آخر وقت باید صحبت میکنی بگی راضی بشین به من بده برید شما کارتون نداریم میگم بفرید ببین من به خاطر بچه‌ی 20 روز دیگه میگم 20 روز میگم 20 روز پیش من باشه به خاطر تو سو سر زدم سینه گریه میکنم بشینم بیرون الان یه آخر وقت بشینم آقای رئیس تو خدا باز باید بیام به تصدیق کنم ببرم دو مرتبه بازداشت کنم که اینجا به خدا دیشب با شما فقط تو خواب صحبت می‌کردم من اینو میخوام نمی‌دونم برو بیرون کاری ندارم برو من بمونم بیرون آخر وقت برو جواب Après 6 mois de bataille judiciaire, Ziba a renoncé à sa dot pour obtenir le divorce. Elle a repris ses études et veut devenir avocate. Jamile et son mari sont toujours ensemble, mais Jamile a trouvé du travail et peut subvenir aux besoins de ses enfants. Bien que déboutée par la justice, Myriam est arrivée à convaincre son ex-mari de lui laisser leur fille cadette. Mais l'avenir reste incertain. Je
شاید